مطالعات جدید دانشگاه UCLA این شهر نشون میده که رودخانه مشهور کلرادو در آمریکا به دلیل پدیده گرمایش کره زمین در طول دو دهه گذشته بیش از 10,000 میلیارد گالون، یعنی حدود 38,000 میلیارد لیتر از حجم آب خودش را از دست داده. همکارم امیر گیتی از لس آنجلس با ما همراه. امیر، انقدر این عدد بزرگ بود که منم زبونم گرفت. تحقیقات دانشگاه UCLA به چه نکاتی اشاره میکنه و دلیل این کاهش آب چیه؟ مهتاب حق داری، چون من خودم وقتی خبر رو دیدم دو بار سه بار این رقم رو چک کردم که فکرم اشتباهه. اما خب قبل از اینکه بخوایم به تحقیقات دانشگاه UCLA بپردازیم، اول بد نیستش اشاره بکنیم به درجه اهمیت رودخانه کلرادو در ایالات متحده. رودخانه کلرادو از 7 ایالت مهم آمریکا عبور میکنه. 3 ایالت کلیدی و مهم ایالات متحده مثل کالیفرنیا، آریزونا و نوادا از منشأ آبی استفاده میکنن، از به عنوان منابع آبی اصلی خودشون استفاده میکنن از این رودخانه. آب 40 میلیون نفر رو از در زمینه آشامیدنی و آبیاری کشاورزی تامین میکنه و سرمنشأ دریاچه مصنوعی مید هستش که در مجاورت سد هوور قرار داره که در بستر رودخانه کلرادو هستش در نزدیکی شهر لاس وگاس و یکی از منابع تأمین انرژی مهم هستش. وقتی سطح رودخانه کلرادو پایین میاد، وقتی سطح آب این دریاچه مید پایین میادش، ممکنه حتی به آسیب بزنه به تأمین انرژی الکتریسیته حداقل 3 ایالت مهم ایالات متحده. پس این از درجه اهمیتش هستش که ما داریم صحبت میکنیم. حالا حجم این آب چقدر هستش؟ دریاچه مید 640 کیلومتر مربع وسعت داره. وقتی که پر باشه، مهمترین و بزرگترین منبع آبی ایالات متحده است. این مقدار از آب 10,000 میلیارد گالون به اندازه‌ای است که کل این دریاچه رو پر بکنه. پس این از حجمش. حالا تحقیقات دانشگاه UCLA نشون داده که در طول این دو دهه گذشته میزان آسیبی که این رودخانه و منابع آبیش از گرمایش کره زمین دیدن معادل تمام آسیب‌هایی بوده که در تاریخ دیدن، چون از دو منبع این رو بررسی کردم، منبع تاریخی و منبع گرمایش کره زمین. پس بنابراین در طول حداقل 20 سال گذشته مقدار آبی که این دریاچه از دست داده باور نکردنی بوده. اما در تحقیقات و یکی از محققین که در این تحقیقات حضور داشته اعلام کرده که یکی از دلایل اصلیش این هستش که تابش نور خورشید و گرمایش کره زمین مخصوصا در سرچشمه‌های اصلی رودخانه کلرادو در خود کلرادو باعث شده که قسمت‌های برفی برف‌هاشون ذوب بشه، خاک و به هر پوششی که زیر این برف هستش تیره تره، بنابراین نور خورشید بیشتری رو به خودش جذب میکنه و باعث گرمایش بیشتر سطح زمین میشه. وقتی سطح زمین گرم میشه، منابع برفی که باید به موقع خودشون ها آب بشن، سرچشمه هایی رو تشکیل بدن، چه از نظر منابع زیرزمین چه حتی این رودخانه، زودتر از اون موعد مقرر میان. و مسئله بعدی که به وجود میاد اینه که به آبهای زیرزمینی که خودشون هم به نوعی تامین کننده این از منابع اصلی تامین کننده آب رودخانه کلرادو هستن آسیب میزنه. مطلب بعدی که بررسی شده روش مقدار تبخیر آب هستش. وقتی که گرمایش کره زمین بیشتر شده، وقتی درجه حرارت بالاتر رفته، وقتی که تابش نور خورشید بیشتر شده میزانش، مقدار آبی که از سطح این رودخانه و دریاچه مید داره در حال حاضر تبخیر میشه باور نکردنیه. برای همین پروژه هایی رو آوردن که بتونن حتی با استفاده از سولار پنل هایی که نصب میکنن بر روی بسیاری از کانال های آبی که داره در حال آزمایش هستش در حال حاضر در آمریکا، فکر دارن میکنن که برای این دریاچه و در بعضی از قسمت های رودخانه کلرادو هم استفاده بکنن که حداقل سطح تبخیر آب رو کمتر بکنن. سال گذشته بارش بد نبوده، خوب بوده، اما الان با گرم شدن هوا این برف ها دارن آب میشن، بسیاری از اینها وارد مجاری داره میشه که به رودخانه کلرادو ریخته نمیشه، هرز میره این آب ها و یا تبخیر میشه. هر سال همین رودخانه مورد بحث بوده، یعنی حداقل آریزونا، نوادا و کالیفرنیا میشینن هر سال بحث میکنن به هر حال دولت مردانشون بر سر اینکه چقدر از این منابع آبی رو بردارن، به چه شکلی استفاده بکنن که کمتر آسیب بزنه به منابع آبی یا حداقل کم نیارن. مهمترین بحثی که الان وجود داره این هستش که
که اگر سطح دریاچه میل از یک حدی پایین تر بیادش، توربین های سد معروف هوور در لاس وگاس دچار مشکل میشه، نمیتونه تولید برق بکنه و حتی ممکنه تولید انرژی برق هم در آینده نزدیک دچار مشکل بشه. همه اینها دست به دست هم داده که این مشکل زیست محیطی بزرگ چندین ایالت آمریکا رو درگیر خودش بکنه.